عبدالله هستم و با برنامه قرآن برای همه در خدمتتون هستم. مبحث غیر الله رو ادامه میدیم با عنوان حاجت گرفتن. این موضوع حاجت گرفتن رو به دو بخش تقسیم کردم، یک مقدمه علمی و یک نتیجه گیری علمی. در این بخش مقدمه علمی میخوام از شما درخواست کنم که چند موضوعی رو که مطرح خواهم کرد اگر میتونید یا فرصتشو دارید برید و منابعی رو که در اختیارتون قرار میدم که علمی هستند در موردشون تحقیق کنید، که انشالله وقتی که به نتیجه گیری میرسیم شما بیشتر متوجه بشید. هرچند اگر هم فرصت این تحقیق رو نداشته باشین، باز هم در جلسه نتیجه گیری من خودم نتیجه ها رو خواهم گفت انشالله. پس اینجا سخن من با عاقلان اینه که من قراره برای شما یک سری نکات علمی رو که به هم شاید به ظاهر ربطی نداشته باشند رو میارم، درخواست میکنم که ازشون و در موردشون تحقیق کنید. تا جلسه آینده، موضوع بعدی که میشه نتیجه گیری علمی از این مقدمه های علمی، انشالله به نتایج درستی برسیم. اولین چیزی که میخوام راجع به صحبت کنم اثر پلاسیبوه که دوست ندارم ترجمهش کنم خودم، برای همین انگلیسیش رو آوردم، اصلش انگلیسی نیست، پلاسیبو افکت. تو ویکیپدیا ترجمه شده شبه دارو، ولی فقط دارو نیست، هر چیزی میتونه باشه. براتون از خود همون ویکی‌پدیا میخونم. شبه دارو یا دارونما، به انگلیسی پلاسیبو، چیزی ظاهراً شبیه به داروست که میتواند با فریب مریض اثر مثبتی در روند خوب شدن وی داشته باشد. معروفترین شبه داروها قرصهای بی اثر شبیه دارو و جراحی‌های دروغین است. جراحی‌های دروغین. در روند استفاده از شبه داروها یک قرص بدون اثر به بیمار داده می شود و به او گفته می شود که با خوردن این قرص حالش بهبود می یابد. البته مریض نباید بفهمد که این قرص قرصی بی اثر است و شما در حال اجرای یک روند شبه دارویی بر روی وی هستید. تجربیات پزشکان نشان داده است که این پدیده روانی تأثیر بسیار بالایی در بهبودی بسیاری از بیماران دارد. شرکت‌های داروسازی در مسیر ساخت دارو از این نوع دارونما به عنوان کنترل گروه شاهد استفاده میکنن. خب به زبون ساده تر، پلاسیبو چیزیه که هیچ اثری نداره به ظاهر، یعنی هیچ ماده، یک ماده بی اثره، ولی وقتی که این بیماری با اعتقاد به اینکه اون قرار خوبش کنه این رو مصرف میکنه خوب میشه بیمار، و اگه اونو مصرف نکنه خوب نمیشه، با اینکه هیچ اثری نداره. مثلا قرص شکر یه مقدار توش قنده، یا بعضی وقتا آب خالی رو تزریق میکنن. برای اینکه بیشتر متوجه بشه چیه، میخوام دانشگاه استنفورد که همتون میدونید یکی از برترین دانشگاه‌های دنیا، صحبت‌های رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد رو براتون درباره اثر پلاسیبو بیارم، زیرنویسش کردم، با هم گوش میکنیم و بعد هم ادامه میدیم. So placebo is an inert substance that has no pharmacologic or medical action. So placebo effect is the pharmacologic or the beneficial effect that a patient gets from getting that inert substance. And it's generally based upon a patient's beliefs. It's based upon the idea that a patient believes that they're going to get an effect from the substance, even though, again, it has no actual pharmacologic action. بله. ایشون توضیح دادن که دقیقاً پلاسیبو چی هست و یک ماده بی اثره که باعث درمان بیمار میشه اگر فکر کنه یا باور داشته باشه که اون باعث درمانش میشه. اما در ادامه میخوام یک مثالی که خود ایشون به عنوان یک پزشک باهاش مواجه بودند رو براتون اینجا نشون بدم. فقط دوست دارم نگاه کنید به مانیتورش سمت چپ، مربوط به اسکن مغز یک فرده که در یک تصادف بسیار
بعد دستش طوری آسیب دیده بوده که تحمل کوچکترین در حقیقت تماس رو نداشته و درد وحشتناکی میگرفته. به این آقا میگن که ما قراره بهت یک مسکن بسیار قوی تزریق کنیم و که خوب میشیم. ایشون شروع میکنن وقتی سرم رو بهش وصل میکنن، این فکر میکنه که این سرم که فقط آب مقطره و فقط آب خالصه همون دارو است و سمت راست تصویری که رو مانیتورش هست اسکن مغزشه که میبینید اصلا دیگه فعالیت خیلی عادی داره با فقط تزریق اون آب مقطر، هنوز داروی اصلی رو تزریق نکرده بودن. که خودش هم توضیح میده، منم انشالله دوباره خدمتتون توضیح بیشتر خواهم داد. Well, what this ultimately means is, first and foremost, pain, as we all know, really lies within the brain. But we also see that the placebo response itself lies within the brain, that it's a very real phenomenon, that patients are not faking it, that they're not making it up, and that their beliefs can have a huge impact on not only their pain, but we can actually see that impact within the living brain itself. بله، اگر اینجا ببینید، اینجا سمت چپ اون درد طرفه، میبینید این مغز قرمز داره، یعنی منطقه های حساسشه، و سمت راست که سبز فعالیت خیلی کمتری داره، فقط بعد از تزریق آب مقطره که مال سرم بوده، میخواستن تازه توی سرم داروی اصلی رو تزریق کنن. پس اثر پلاسیبو از زبان این استاد دانشگاه شنیدیم، اما میخوام باز هم توضیح بیشتری براتون بدم تا قشنگ متوجه بشین که پلاسیبو چیه، چون خیلی مهمه. میخوام از یکی از سخنرانی های یک مؤسسه بسیار معروف علمی است به نام تد که اینجا از ویکی‌پدیا آوردم. تد نام یک سازمان غیر انتفاعی آمریکایی است که شهرت این سازمان به خاطر برگزاری کنفرانس های ویژه است که هر ساله برگزاری می شوند و با نام تد کانفرنس یا کنفرانس تد شناخته می شوند. این سازمان در سال 1984 در کالیفرنیا تأسیس گردید و امروزه در اقصان نقاط جهان برگزار می شوند. هدف از برگزاری این کنفرانس ها گرد همایی مدیران شرکت های بزرگ فناوری دنیا در یک مکان و زیر یک سقف با برترین دانشمندان، هنرمندان، معماران، اساتید و نظریه پردازان تمامی رشته های علمی و کاربردی هست تا با تبادل اطلاعات راهکارهایی برای معضلات بزرگ جهان بیابند. خیلی خوب، پس این معرفی میکنه که این جایی که میخوام نشونتون بدم همونجوری که توی ویکی‌پدیا اومده، برترین دانشمنده از تمامی رشته ها توی اینجا میان سخنرانی میکنن. میخوام سخنرانی یک خانوم دکتر، یک پزشک رو بهتون نشون بدم که درباره همین اثر پلاسیبو در این کنفرانس تد سخنرانی داشتن. Can the mind really heal the body? And if so, is there any scientific evidence to convince skeptical physicians like me? These are the questions that fueled the last few years of my research. And what I discovered is that the scientific community, the medical establishment, has been proving for over 50 years that the mind can heal the body. We call it the placebo effect. And we've been trying to outsmart it for decades. The placebo effect is a thorn in the side of the medical establishment. It's an inconvenient truth that gets in between trying to bring new treatments, new surgeries into the medical establishment. So it's a problem, supposedly. But I actually think this is really good news. The placebo effect is excellent news because it's concrete evidence that the body holds within it innate self-repair mechanisms that can make unthinkable things happen to the body. So if you find this surprising, if you have a hard time believing that the body can heal itself, you need look no further than the Spontaneous Remission Project, a database compiled by the Institute of Noetic Sciences of over 3,500 case studies in the medical literature of patients who have gotten better from seemingly incurable illnesses.
You think there's such a thing as an incurable illness? I swear, if you go look at this database, it'll blow your mind. Everything's in there. Stage 4 cancers that disappeared without treatment. HIV-positive patients that became HIV-negative. Heart disease, kidney failure, diabetes, high blood pressure, thyroid disease, autoimmune diseases, gone. بله. میبینید که بسیار پزشکان حتی همین الان هم دارن استفاده میکنن، ولی میخوام یک نمونه که خود ایشون مثال میزنه رو براتون اینجا انشالله پخش کنم. A great example of this in the medical literature is a case study from 1957 of Mr. Wright, who had advanced lymphosarcoma. So things weren't going well for Mr. Wright. Time was really running out. He had tumors the size of oranges in his armpits, his neck, his chest, his abdomen. His liver and his spleen were enlarged, and his lungs were filling up with 2 quarts of milky fluid every day that had to be drained in order for him to breathe. But Mr. Wright wasn't giving up hope. He had heard about this wonder drug called Crebiozin, and he was begging his doctor, come on, just give me some of that Crebiozin, it's all going to be good. Now, unfortunately, the Crebiozin was only available on a research protocol, and the protocol required that the doctor be able to make an assessment that says that this guy has at least 3 months to live. And his doctor, Dr. West, just couldn't do that. But Mr. Wright was tenacious, and he didn't give up. He kept badgering his doctor. Until finally his doctor was like, okay, fine, I'll give you the Crebiozin. So he dosed him up on a Friday, not expecting that Mr. Wright would make it through the weekend. But to his utter shock, when Dr. West came in to do rounds on Monday, Mr. Wright was up walking around the wards, and his tumors had shrunk to half their original size. They had melted like snowballs on a hot stove, and 10 days after getting the Crebiozin, they were gone. So Mr. Wright was up rocking and rolling, like praising Crebiozin as the miracle drug he believed it to be, for 2 months, until the initial reports came out about Crebiozin that said that it didn't really look like Crebiozin was working so well. And Mr. Wright fell into a deep depression, and his cancer came back. So this time, Dr. West decided to get sneaky, and he told his patient that, you know, that Crebiozin that you got, that was a tainted version, really not so good. But I got us some ultra-pure, highly concentrated Crebiozin. This stuff's got it going on. He then injected Mr. Wright with nothing but distilled water. And once again, the tumors disappeared, the fluid in his lungs went away. Mr. Wright was up rocking and rolling for another 2 months. And then the American Medical Association blew it by publishing a nationwide study that proved definitively Crebiozin was worthless. 2 days later, Mr. Wright, after hearing this news, died. این هم خبر همین اتفاق توی روزنامه نیویورک تایمز که میتونید ببینید. و اونچه که گفته شد به طور خلاصه اینه که یک بیماری بود که به اسم آقای رایت که سرطان خون پیشرفته داشت، تو همه جای بدنش قده های به اندازه پرتقال بوده و دکترش اصلا امیدی نداشته که این چند روز بیشتر زنده بمونه و این شنیده بود که یک دارویی هست به اسم کربیوزین که حتما خوبش میتونه بکنه، ولی این دارو چون داروی تحقیقاتی بود میگفتن که حداقل مریضی که میخواد این روش تست بشه باید امید به زندگیش 3 ماه باشه و دکتر این گفت من امیدی ندارم تو 3 ماه زنده باشه، برای همین نمیتونم قانونا اینو به تو بدم، ولی این انقدر اصرار کرد تا دکتر بهش این دارو رو بده. محض تزریق این دارو این آقا بیماریش خوب میشه، قدای سرطانش از بین میره، تا اینکه تحقیقی میاد نتیجه همون پروژه تحقیقاتی بیرون که گویا خیلی این داروی مفیدی نبوده، دوباره سرطانش برمیگرده و دفعه بعدی دکترش میگه خب نه من میخوام اصل این کربیوزین اصل رو برات بزنم و فقط این دفعه آب مقطر بهش میزنه و دوباره خوب میشه. و وقتی که نتایج نهایی تحقیقات میاد که نه اصلا کلا این دارو بی خاصیت بوده، این آقا 2 روز بعدش میمیره. حالا عنوان این خبر نیویورک تایمز اینه که پلاسیبوها یا همین داروهای بی اثر اثبات شده که انقدر قدرتمند هستند که حتی متخصصین متعجب میشن از اثرشون. حالا میخوام یک نمونه دیگه شو بزنم. این روگین یک شرکته که محصولای مربوط به ریزش مو، رویش مجدد مو رو در حقیقت تولید میکنه و مطالعات علمی هم انجام میده. الان در این کلیپ بعدی خانم دکتر به این یکی از مطالعات شرکت روگین اشاره میکنه، برای همین نشونتون دادم که چه شرکتی هست.
So Mr. Wright, when he got that distilled water and his tumors melted away, that's a great example of the placebo effect, when you get a seemingly inert treatment, and yet something's happening physiologically in the body, such that disease goes away. Scientific journals are full of evidence that the placebo effect and the nocebo effect are incredibly powerful. We've known this since the 1950s, and we've seen countless case studies that show that in almost everything you study, if you give people a fake treatment, a sugar pill, a saline injection, or most effectively a fake surgery, 18 to 80% of the time, people get better. And it's not just in their mind. That's what I thought in the beginning, like, oh, they're just feeling better, they're thinking better. But it's not. It's actually in their physiology. This is measurable. You can actually see what happens to the body. Cells look different under the microscope. It's provable. It's happening in the body, even though it's initiated by the mind. I love the Rogaine study. So, you know, you get a bunch of bald men, you give them placebos, they grow hair. The opposite is also true. So if you give people a placebo and you tell them it's chemotherapy, they vomit and they lose their hair. بله. به دومی میگن نوسیبو، یعنی اینکه یک چیز بی اثر رو بهش بگید که اثر منفی داره. در حقیقت برعکس پلاسیبو میشه نوسیبو، که یک چیز بی اثر به بدن آسیب میرسونه. و همجوری که دیدید گفتش که میتونی واقعا ببینی که چطور میتونه یه داروی بی خاصیت باعث رشد مو بشه، باعث درمان درد اون آقایی بشه که تو اون استاد دانشگاه استنفورد بهش اشاره شد. این یه مطلب که دوست دارم راجبش بیشتر تحقیق کنید اگر میتونید، تا جلسه بعدی که میخوایم از این نتیجه بگیریم. مسئله دیگه که میخوام جدا اون پلاسیبو افکت تموم شد. اثر پلاسیبو فعلا ادامه نمیدیم. انشالله میخوایم وقتی که همه مقدمه ها رو کنار هم میذاریم در جلسه آینده نتیجه گیری علمی بکنیم از اینا. موضوع بعدی faith healing. چرا دارم عنوان انگلیسیش رو هم میگم؟ برای اینکه بتونید تحقیق کنید از منابع بیشتری. فارسی معادل خوبی براش پیدا نکردم. فیث میشه ایمان، باور، اعتقاد. هیلینگ میشه شفا یافتن. برای خودم لغت باور درمانی رو فعلا استفاده میکنم، یعنی کسی باور داشته باشه یا ایمانی به یه چیزی داشته باشه و اون باعث شفا دادنش بشه. ترجمه ای هستش که اینجا براتون کردم از قسمت اول ویکی‌پدیا. باور درمانی به ظاهر شفا گرفتن توسط راه‌های روحانی است. معتقدان به آن تاکید دارند که انسان می‌تواند توسط باور مذهبی و انجام آیین‌های مذهبی حضور و قدرت الهی را برای شفا دادن بیماری و نقص‌ها استفاده کند. این اعتقادی مذهبی است. ادعاها مبنی بر این گونه شفا دادن در طول تاریخ مشهور بوده است. رویدادهای معجزه آسا که در شفا دادن رخ داده را شفا باوری میناوند که میتواند شامل دعا کردن یا زیارت مذهبی قبری یا باوری محکم به موجودی برتر باشد. خب پس این میشه faith healing. روی این هم اگر تحقیق کنید خیلی نکات جالبی بهش دست میارید که از ادیان مختلف اینو دارن، از هندی ها گرفته تا آفریقایی ها تا سرخپوستا، همگی یک جوری اعتقاد دارن که میتونن شفا بگیرن. بعضی های خاکه یه جای متبرکی رو میخورن که شفا بگیرن، بعضی ها میرن سر یه قبری که شفا بگیرن، و بعضی ها میبینید به مجسمه حضرت مریم متوسل میشن برای شفا گرفتن و شفا هم میگیرن به ادعای خودشون. بعضی هم از افراد که میگن واسطن بین خودشون و خدا در حقیقت برای شفا دادن استفاده میکنن، به خصوص در مسیحیت هم این خیلی زیاده. برای این نمونه میخوام به یکیشون در این جلسه، حتی به دو نفر اشاره میکنم. اولشون که یکی از معروفترین هاشون هم هست، آقای بنیهینه، که ایشون انقدر معروفه که شما توی شبکه های مسیحی هم که فارسی زبان هست برنامه هاشو به فارسی دوبله میکنند و پخش میکنند و بسیار بیننده داره. به همه زبان های دنیا، تقریبا زبان های مشهور دنیا، ایشون برنامه هاش ترجمه میشه و مردم بهش بی نهایت عشق و علاقه دارند. و به چی معروفه؟ به این که ایشون شفا میده، یک جهاد شفا دهندگی داره برای خودش که مردمو خوب میکنه،
و مردم میلیونی چند میلیون گاهی یه جا جمع میشن و این آقا میاد اونجا و یه عده آدم زیادی رو شفا میده. آقای بنیهین، دوست دارم راجع به ایشون هم برید تحقیق کنید. من چند موردش رو اینجا نشونتون میدم. Can we believe for her, please? Will you ask the Lord to heal you, sweetheart? Go ahead. Please heal me. Heal her, Lord. Heal her like you healed little Timmy in California, Lord. Heal her. Heal this girl, Lord. Remove this arthritis from her body. In Jesus' name. Remove the pain, Lord. In Jesus' name. You know what? I have a feeling that God's going to heal you tonight, sweetheart. Are you coming tonight? I think it's going to happen tonight. These are your people, Lord. Is the little girl healed? From this morning, the little girl is healed. Bring her! Bring her! No pain. Move your arms. She arthritis. Move your legs. Bend and touch your toes. Look at this. بله. حالا نمیدونم شما ممکنه بگید اینا فیلم بازیه، ولی اگه برید تو اینترنت بگردید میبینید که ده ها مورد شبیه این تو اینترنت هست و دیدید چه جمعیتی اونجا با تمام ایمانشون این شفا یافتن ها رو باور میکنند. Thanks. It is not by might nor by power but by thy spirit. What was wrong with her again? She had an injury with 5 discs, came out of the wheelchair tonight. All the pain is gone. Pick her up by herself. You had the injury in your discs? Huh? Check it. Do something you couldn't do before. Bend down. Bend down, touch your toes. Bend down, lady. Bend down. Pick her up. Check it now. Check it. It's burning. Yes. Oh, thank you, Jesus. That pain wasn't all gone when you brought her up, but it's gone now. این هم یه مورد دیگه از کسی که 5 تا از دیسکاش آسیب دیده بود و حالا این آقا شفاش داده به نام عیسی و دعا میکنه حضرت عیسی رو که خداش باشه این گونه. You are holy.
You are holy. Oh, Jesus, you are holy. You're holy. You're too holy. To look on us sinners. You're too holy. داشت میگفتش عیسی تو مقدسی، تو مقدسی، تو مقدسی. و مسیحی ها از دیدن این همیشه گریهشون میگیره. چند نمونه از کامنت هایی که زیر ویدیوهای این توی یوتیوب اومده رو براتون میارم تا ببینید نظر مسیحی ها درباره این آدم چیه. میگه که قسم میخورم که خونه میموندم تا کامل این ویدیو رو نگاه کنم، روح رو حس میکنم، روح القدس رو ممنونم عیسی. من میتونم حضور روح را از طریق این ویدیوهای یوتیوب حس کنم، هرچند که این ویدیو مال سال 2010 ولی من همین الان میتونم حضورش رو حس کنم. خدای ما عیسی بزرگه یا مقدسه. میگه که من نمیتونم انکار کنم که حس مسح شدن رو میکنم وقتی که اینو نگاه میکنم. خود مسح شدن خدا، مسح کردن خدا خیلی زیباست و میتونه حس بشه یا تدهین شدن. میگه که یک بار دیگه تقریبا با دیدن ویدیوهای این بنیهین از روی صندلیم افتادم، انقدر تحت تاثیر قرار گرفته. میگه که وقتی که این ویدیو رو نگاه کردم بسیار تحت تاثیر واقع شدم، اشکام از چشمام جاری شد و حضور پروردگارم رو حس کردم. او عشق همیشگیش رو به مردمش نشون داد و نشون داد که هیچ چیز برایش غیر ممکن نیست. بسیار متشکرم ازت پروردگار. یکی دیگه میگه ستایش مخصوص خداست. تو نمیتونی این رو درک کنی مگر اینکه ایمان داشته باشی، که ولی عیسی خیلی زود خواهد آمد و ما همگی عشق بزرگ خدا رو و قدرتی که او برای ما امروز و هر روز داشته رو خواهیم دید. خلاصه مسیحی هم همینجوری عشق میریزن وقتی که به نهی نمیبینن. فقط هم این نیست، میخوام حالا راجع به یک نفر دیگه که تو آفریقا این کار رو انجام میده نشونتون بدم که بسیار رو شفا میده. ادعا میکنن که شفا میده، اونم میلیونی بیننده داره برنامه هاش، از خیلی زیادن مسیحی ها. حالا با هم ببینیم. It's the day of healing and miracles. Outside the gates of the synagogue, thousands assemble as early as 5 o'clock in the morning. Healing services often last as long as 12 hours. In the name of Jesus Christ. Stand up now. Can you move your leg like this? We are moving. Let's see. But I said, if we not do this before now, sin working smartly. The Lord has said. There is another man with a problem of leg cancer. And you can see the man of God has set him free by the power of the Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. I'm in. But praise the God. I cannot do it before, but now I'm doing it. So praise the God. I'm in. Hallelujah. بله، اینا کسانی بودند که سرطان پا داشتن یا غده در پاشون داشتند و ادعا میکردن خب شفا گرفتند تو هم یه جلسه. و این یه مورد خیلی جالبتره که پرونده پزشکی مستند هم داره و این رو یک مستندساز در حقیقت رفته و داره گزارش میکنه. یک مستندسازی که میخواد تحقیق کنه آیا همچین چیزهایی واقعیت داره یا نه. پرونده پزشکی داره این خانم. This woman arrives at the compound with a medical certificate. It states that for 7 years her whole body has been paralyzed.
I know today I'm in the house of my father, and he's going to kill us. Yonder was an ambassador. He died. Help her for me, man of God. Help her for me. Jesus, help her. I'm not the healer. I know the healer. His name is Jesus. I'm just being used. I cannot do anything on my own. It is well. It is well. It is happening already. It is my soul. It is my soul. Into the life of the نمیدونم الان چه حس و فکری دارید، ولی اینها چیزاییه که دوست دارم برید روش تحقیق کنید. مطلب دیگه‌ای که دوست دارم روش تحقیق کنید آزمایش کور هست یا بلایند تست، توی انگلیسی میشه بلایند تست، که براتون از ویکی‌پدیا میخونم. آزمایش کور یک آزمایش علمی است که افراد شرکت کننده در آن از داشتن اطلاعاتی که منجر شود به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه به سمتی متمایل شوند منع میشوند. به طور مثال وقتی از مصرف کننده پرسیده شود که طعم و مزه محصولات مختلف را با هم مقایسه کند، نام سازنده محصول باید پوشانده شود. در غیر این صورت معمولا مصرف کننده به سمت محصولی که از قبل نسبت به آن شناخت دارد متمایل می شود. به همین شکل وقتی قدرت و تاثیر یک دارو مورد آزمایش قرار می گیرد، هم بیماران و هم پزشکان شرکت کننده در آزمایش از دوز مصرفی بی اطلاع هستند. این باعث خواهد شد شانس هر گونه تأثیر تلقینی یا فریب هوشیارانه از بین برود. این تأثیر تلقینی میتونه اون اثر پلاسیبو یا نوسیبو هم باشه، در حقیقت اسم بهتریه براش، اثر تلقینی. آزمایش کور ابزار بسیار مهم و کاربردی در شاخه‌های مختلف علوم از جمله علم پزشکی، روانشناسی، عصبشناسی و بیولوژی، علوم کاربردی و بازاریابی است. به کارگیری روش علمی آزمایش کور در برخی رشته‌ها مانند آزمون دارو ضروری است. اما به دو صورت میتونه انجام بشه: آزمایش کور یک طرفه یا دو طرفه. که آزمایش کور دو طرفه خیلی بهش میگن دابل بلایند تست یا سینگل بلایند تست. دابل بلایند یعنی آزمایش کور دو طرفه، که در آزمایش کور دو طرفه معمولاً عواملی که میتواند باعث منحرف شدن نتیجه آزمایش شوند هم از دید شرکت کننده و هم از دید مسئول یا مسئولان انجام آزمایش مخفی میماند. در بیشتر موارد آزمایش کور دو طرف به منظور دستیابی به استاندارد بالاتر علمی از حقیقت اینکه آزمایش چجوری هست مطلع نمیشند. یعنی چی؟ براتون مثال میزنم. یک طرفه چیه؟ دو طرفه چیه؟ آزمایش کور یعنی اینکه مثلا شما به میخوای دارو رو امتحان کنی به ده این نفر، به صد نفر، میای به 50 تاشون هیچ داروی خاصی نمیدی، یعنی اینکه یه قرص یه شکل میسازی، توی یک قرصی هیچ چیزی نیست، هیچ اثر خاصی نداره، فقط یه قرص بدون اثره و یه قرص داروی واقعیه و بیمار نمیدونه که آیا اون قرصی که داره میخوره، اصلا روحش هم خبر نداره که ممکنه که این قرصی که داره میخوره بی اثر باشه. بهش میگن یه داروی رو میخوایم تست کنیم روتون و به همه میان، ولی خودشون میدونن که کدوم داروه و کدوم دارو نیست. در نتیجه وقتی که اثر میام بدن چک میکنم ببینم اون 50 نفری که دارو داشتن بهتر شدن یا اونایی که دارو ندادن بهتر شدن یا نشدن. اگر بدونن مریضا، شاید اونی که بدونه که دارو نخورده اون موقع اثر نکنه رو بدنش یا رو نتیجه آزمایش اثر داشته باشه. برای این بیمارا نمیگن
این میشه آزمایش یه طرفه. اما آزمایش کور دو طرفه جوریه که حتی خود پزشکی هم نمیدونه. یعنی به شما میگن 100 تا بیماره، برو ببین کدومشون بهتر شده، و نه بیمار میدونه کدوم داروه و نه پزشکی که قرار معاینه کنه بیمار رو، بلکه یک نفر سومی هست که میدونه چه بیماری داروه اصلی گرفته یا داروی بیخاصیت، ولی پزشکا هم نمیدونه. موقع پزشک ممکنه بدونه که این بیمار دارو نگرفته، هرچه اگه بهتر شده باشه بگه نه این نشده، یا بدونه این دارو گرفته اثر بذاره رو تشخیص پزشک. پس آزمایش کور دو طرفه وقتی که حتی نه پزشک خبر داره و نه بیمار. برای مثال داروسازی روی این میخوان رو بلایند تست هم رو بلایند تست برید تحقیق کنید. چیز بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم confirmation bias، یا چیزی که براش خودم ترجمه کردم تمایل به تأیید، تعصب تأیید یا تعصب به سمت خودیه، یعنی به سمت اعتقادات خودمون. یعنی تمایل افراد برای گرفتن اطلاعاتی که عقاید یا فرضیه های آنان را تأیید میکنند. مردم این تمایل را هنگامی که اطلاعات را به صورت انتخابی جمع آوری کرده یا به یاد می آورند یا هنگامی که آن را به نحوی مغرضانه تعبیر می کنند باش مواجه می شن. خیلی خوب، این هم خیلی نکته مهمیه که confirmation bias نباید داشته باشیم. یعنی که اگه یه چیزی به نفع اون باشه، اگه مثلا یکی از بزرگای دین ما بیاد یکی رو شفا بده بگیم که این اوکیه، ولی اگه یکی دیگه بیاد شفا بده بگیم نه این نمیشه. confirmation bias یکی از چیزاش اینه که اگر به نفعمون باشه قبولش میکنیم، اگه به نفع دیگران باشه میگیم نه این همه الان شفا گرفتن، این میومد زنه که 7 ماه 7 سال فلج بود رو شفا داد به اینجوری که نشون میدن این دروغه، ولی اونی که ما میگیم راسته. نه، اگه بخوایم علمی نگاه کنیم باید به دوتاش با یه چشم نگاه کنیم. روی این confirmation bias هم تحقیق کنید. انشالله همه اینا رو قرار جلسه آینده کنار هم بگذارم اگر خدا بخواد. پس موضوعی که مطرح شد، 1. اثر پلاسیبو و نوسیبو که گفتم برعکس پلاسیبوه، یا همون تلقین، اثر تلقین، حالا تلقین مثبت یا تلقین منفی. برید تحقیق کنید. اسم انگلیسیش هم میارم و حتی براتون الان میخوام منبع هم معرفی کنم. بعدی faith healing یا شفای اعتقادی یا باور درمانی یا هر چیزی که میخواید اسمشو بذارید، faith healing. سوم شفای خود به خودی که توی سخنرانی خانم دکتر مطرح شد، spontaneous remission، یعنی شفای خود به خودی، شفای خود شفادهی، به عبارتی خود شفادهی هم میشه گفت. آقای بنیهین برید راجبش تحقیق کنید، همون مسیحی که شفا میداد موی سفیدی داشت. confirmation bias همون تمایل به تأیید که الان براتون توضیح دادم، blind test و double blind test یعنی آزمایش کور و آزمایش کور دو جانبه. میتونید توی یوتیوب اینو سرچ کنید برای پلاسیبو افکت، The Strange Powers of the Placebo Effect. اینو انگلیسی، متاسفانه منابع خوب فارسی پیدا نکردم، ولی اگر کسی میتونه انگلیسی تحقیق کنه اینا خیلی بهش ایده خوب میده. یعنی قدرت عجیب اثر پلاسیبو. توی یوتیوب سرچ کنید Why does the placebo effect work؟ یعنی چرا اثر پلاسیبو کار میکنه؟ چطور کار میکنه؟ برای اون شفای خود به خودی یا خود شفایی هم یک سایت خیلی بزرگی هستش که چند صد بلکه چند هزار مورد رو مطالعه کرده و اونجا گذاشته، Spontaneous Remission Bibliography Project، آدرسش هم گذاشتم اینجا، امیدوارم حتی میتونید پیدا هم بکنیدش تو اینترنت، noetic.org تو این سایت، مال در حقیقت درمان‌های ذهنیه، اون چیزی که قدرت ذهن بر بدنه. یه کتاب که همون خانم دکتری که توی کنفرانس تد اومده بود سخنرانی کرده بود نوشته، Mind over Medicine، یعنی ذهن بر دارو یا ذهن به جای دارو.
و یک کتاب دیگه هم هست به اسم Bad Science یا دانش بد، که این هم در این زمینه اطلاعات خوبی به شما خواهد داد. و یک موردی هم، یک مقاله هم هستش که توسط جامعه سرطان آمریکا نوشته شده و با عنوان Faith Healing یا همون باور درمانی که تو سال 2009 این چاپ شده. این مقاله رو هم میتونید بهش مراجعه کنید. پس اینا اون چیزایی که اگر بهش مراجعه کنید برای جلسه آینده آمادگی بیشتری دارید. هرچند اگر هم فکر میکنید چون با توجه به اینکه همش هم انگلیسیه مراجعه هم نکنید، خود من اینا رو خواهم آورد، ولی امیدوارم اون موقع دیگه حرفم رو باور بکنید و اگر مراجعه نکردید خودتون. اگر مراجعه کنید که میبینید دقیقاً من از همین جاها براتون علت و نتیجه ها رو همینطور علمی خواهم آورد انشاءالله. نظرات و پیشنهاداتتون رو برام بفرستید، هم به ایمیلم و هم در پیامگیر شبکه. انشاءالله جلسه آینده نتیجه اینا رو میبینیم. این حرفایی که زدم دلیل داشت و تا جلسه آینده شما رو به خدای میسپارم که اول الله، آخر الله، ظاهر الله، باطن الله، فقط الله، دیگر هیچ. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.